سلام، خوش اومدید همگی به یک ویدیو دیگه از خبرهای روزانه بازی فورتنایت. خبرهای خیلی جنجالی دارم که میخوام در موردشون برای شما صحبت کنم که واقعا من زمانی که اینو شنیدم خودم تعجب کردم. میکسر، پلتفرمی که دوتا از استریمرهای مشهور ما رو یعنی شراد و نینجا باشون قرارداد بسته بود و جزء پلتفرم خودش کرده بود، داره بسته میشد، قراره دیگه در ماه آینده وجود خارجی نداشته باشه که تو این ویدیو کامل بررسیش میکنیم. و غیر از این، فورتنایت به صورت رسمی پیام داده در مورد هدفی که در فصل 3 داره، در مورد تورنمنت ها و مثل اینکه فورتنایت قراره تعطیلاتی داشته باشه که چالش های تابستونی قراره به زودی به داخل بازی بیاد که همه رو با هم بررسی میکنیم. بیاین ویدیو جنجالیمون رو با لایک های عالی شروع کنیم. پس همتون یه لایک بزرگ به ویدیو بدید و بیایم لانکارو منفجر کنیم و از 1000 تا لایک هم رد کنیم، البته اگر یوتیوب هی پاک نکنه. و تازه با کانال آشنا شدید، سابسکرایب و فراموش نکنید که بزنید و جز وایرو گنگ بشید و توجه کنید که سابتونم در کانال پاک نشده باشه، به خاطر اینکه یوتیوب پاک میکنه. و پیش به سوی 10000 تا سابسکرایبر. و بدون هیچ مطلی دیگه ای بریم ببینیم چه موضوعات جنجالی داره توی اینترنت اتفاق میفته. خب همین دیشب دیر وقت بود که بعد از گذاشتن ویدیو این خبر جدید اومد که میکسر قراره بسته بشه و دیگه قرار نیست این پلتفرم وجود داشته باشه. که خود میکسر اینو در توییتر گفت که میتونید روی صفحه ببینید، نوشته خبر بزرگی ما برای شما داریم پارتنرهای توییچ، که ما قراره دیگه کلا خودمون رو ببندیم و قراره با فیسبوک گیمینگ کار کنیم، که شما رو دعوت میکنیم که به فیسبوک گیمینگ بپیوندید. که فیسبوک گیمینگ یه چیزی مثل توییچ و یوتیوب لایو هستش که میشه روش لایو استریم کرد. که حالا میگید که سینا چرا میکسر خودشو داره میبنده و میره؟ بهتون بگم که فیسبوک گیمینگ پلتفرمی مثل توییچ و یوتیوب لایف که میشه درش استریم کرد، میکسر رو خریداری کرده و میکسر هم به خاطر اینکه بیننده نمیگرفت و با خریدن استریمرهای بزرگم به نتیجه نرسیده بود، گفت دیگه من از تلاش دست برداشتم و مایکروسافت دیگه فروختش به فیسبوک. که من همینو الان بگم که فیسبوک اصلا لاگین کردن بهش و رفتن توش واقعا کار هر کسی نیست و خیلی سخت وارد فیسبوک شدن. فیسبوک گیمینگ گفته که اونا رو پارتنر نگر میداره و اونا میتونن درش استریم کنن و پول دریافت کنن، ولی فکر کنم خیلی هاشون به توییچ برن، که نشون میده توییچ تنهایی رقابت رو از همه توی لایو استریمینگ برده و یوتیوب الان تنها رقیب بزرگشه. و حالا برسیم به موضوع خیلی مهممون، یعنی نینجا و شراود. نینجا و شراود یه قرارداد بزرگ داشتن و چندین میلیون دلاری، اگر یادتون باشه من در موردش صحبت کرده بودم که قرارداد کوچیکی نبود، که الان میکسر خودشو بسته. با بسته شدن میکسر قراردادشون، به گفته کسایی که در مورد این قرارداد به صورت کاملا نزدیک خبر دارن، نینجا 30 میلیون دلار دریافت کرده همین دیشب به صورت کامل نقد به حسابش، که یک عددی است که اصلا نمیشه تصور کرد به اندازه بودجه شاید چند تا کشور باشه. بعدش هم شراود هم 10 میلیون دلار کامل دریافت کرده. به هر حال برنده این ماجرا بودن، یعنی قرارداد کاملشون رو دریافت کردن. میتونید روی صفحه حرف نینجا رو ببینید که نوشته من کامیونیتیه که در میکسر ساختم و دوست دارم و من باید تصمیماتی رو بگیرم و سرشون باید فکر کنم، که این حرف نینجا بود. بعد شراود هم در مورد همین نوشته که من ممنونم از کامیونیتی میکسر و همه کارهایی که اونجا در اون پلتفرم انجام دادم، من شما رو دوست دارم و باید در مورد قدم‌های بعدی خودم فکر کنم. که اینم بود از حرف شراود، دوتا از بزرگترین استریمر هامون که این موضوع براش پیش اومده، که الان موضوعی هستش که در توییتر هم ترند و توییچ و پلتفرم‌های دیگه هم در موردش صحبت کردن. که میگید سینا برای چی مهمه؟ به احتمال زیاد نینجا و شراود قدم بعدیشون به نظر من اگر بهترین قدمو بخوان انتخاب کنن دوباره توییچ هستش، یعنی با توییچ قرارداد ببندن و بیان به توییچ. و حالا بیایم در مورد فورتنایت اینو بررسی کنیم که اگر نینجا و شراود به داخل توییچ برگردن چی میشه. از اونجا که نینجا با تیفو جروبسای قدیمی داشتن و همیشه هم بازیکن ها بین اونا رقابت ایجاد میکردن و در موردشون حرف میزدن، باز رقابت بین تیفو و نینجا توی توییچ بالا میره از نظر بیننده، از نظر بازی و خیلی از چیزهای دیگه. که همین تیفو دیشب برای اینکه یک نمکی بریزه روی موضوعاتی که نینجا داشته، نوشته در سال 2019 من ترسو بودم، که مربوط میشه به زمانی که خیلیا گفتن چرا از توییچ نرفتی و ترسو هستی، که میگه که من اون موقع بهترین انتخابو کردم. و دیگه تیفوه همیشه از این حرفا میزنه. به هر حال باید ببینیم که قدمهای بعدی نینجا چیه. به نظر من که توییچ بهترین پلتفرم برای استریم کردنه، ولی یوتیوب هم در کنارش خوبه. نظر شما در مورد برگشتن نینجا و شراود به توییچ چیه؟ خب از این موضوع جنجالیمون بگذریم، برسیم به موضوع بعدیمون که مربوط میشه به آپدیت جدید بازی فورتنایت، که همین امروز منتشر شد و من باید اطلاعات کاملی رو در موردش برای شما بگم. که میتونید روی صفحه حرف خود فورتنایت ببینید که نوشته
گرفته. ما امروز یه میتنس پچ به داخل بازی اضافه کردیم برای تمام پلتفرما که برای بهتر کردن بازی در پارتی رویال و مشکلاتی در iOS بود که فریم ریت یا FPS رو ببره بالاتر و مشکلات دیگه‌ای که در داخل بازی وجود داشت و قرار بود حل کنن، که آپدیتش در PC به اندازه 400 مگابایت بود. حالا من در مورد کنسول نمیدونم، چون کنسول همیشه یه ذره بیشتر از PC هستش. و شما چقدر آپدیت دریافت کردید حتما توی کامنت ها بگید. من میدونستم که این هفته قرار نیست آپدیت اونقدر دانلودی بیاد و فورتنایت میخواد باگای خودشو حذف کنه، ولی به احتمال زیاد امروز یا فردا قرار یک آیتم جدید به داخل بازی اضافه بشه که ممکنه یا فلیر گان باشه یا همون فایرفلایز جم باشه که شبیه مولوتوف هستش، که فایرفلایز جم گیم پلیشو من در ادامه ویدیو به شما نشون میدم. خب از این موضوع آپدیتیمون بگذریم، برسیم به موضوع بعدی که مربوط میشه به پیام رسمی بازی فورتنایت در مورد چیزایی که قرار ما در فصل 3 ببینیم و قرار چه اتفاقاتی در فصل 3 در مورد تورنمنت ها یا جزئیات دیگه بیفته، که میتونید روی صفحه پیام فورتنایت رو ببینید که نوشته ما در مورد فصل 3 تصمیمایی گرفتیم در مورد تورنمنت هامون، در مورد چیزایی که در داخل بازی هستش و شما قراره ببینید. که اولی رو میتونید با حرفی در مورد فورتنایت چمپیون سریز ببینید که قرار فورتنایت چمپیون سریز لایواش دوباره در توییچ و یوتیوب پخش بشه و شما میتونید ببینید. و خبر خوبش اینجایی که شما دوباره میتونید از دراپ های فورتنایت استفاده کنید، یعنی اکانت خودتون رو به توییچتون متصل کنید و جایزه های رایگان رو با نگاه کردن استریمر های بازی فورتنایت دریافت کنید، که فورتنایت گفته که دوباره جایزه هایی رو در مورد فورتنایت چمپیون سریز قرار اضافه کنه. بعد در مورد آپدیت آیتم های بازی صحبت کرده که اینجاش برای ما خیلی مهمه، که نوشته از زمانی که فصل 3 لانچ شده میخوایم اطلاعاتی رو در مورد آیتم هایی که قراره در فصل 3 بیاد بگیم، که نوشته زمانی که آیتم جدیدی اومد ما این آیتم ها رو در بخش آرنا قرار نمیدیم یا در بخش جام ها قرار نمیدیم و دو هفته در بخش های معمولی بازی یا همون کژوال تستشون میکنیم و بعد از این دو هفته اگر خوب بود و به خوبی پیش رفت این آیتم ها به داخل بخش حرفه ای یا کمون کامپتیتیو اضافه میکنیم و بخش آرنا و تورنمنت هامون. نوشته در مواقع خیلی نادر ممکنه این آیتم ها تغییر کنن، مثل حالتی که C4 ها در داخل بازی در فصل قبل تغییر کردن. بعد در ادامه نوشته که آپدیت های مپ اصلا به این موضوعات ربطی نداره، زمانی که قسمتی از مپ تغییر کنه هم در بخش معمولی بازی و هم در بخش آرنا و تورنمنت های بازی قراره تغییر کنه. و در آخر برسیم به چیزی که واقعا برای ما مهم هستش، و چالش های تابستونی هم قراره مثل اینکه در همین تاریخ به داخل بازی اضافه بشه، که فورتنایت به صورت رسمی نوشته که تیم اپیک گیمز قراره به تعطیلات برن از 3 جولای تا 12 جولای. نوشته در این تاریخ هیچ تورنمنتی برگزار نمیشه. و حالا میگید که سینا اگر برن تعطیلات ما هیچ چیز جدیدی دریافت نمیکنیم و دیگه ما قراره بازم به صورت یک نواخت باشیم یا نه؟ نه بچه‌ها، همونطوری که گفتم قراره قبل از همین تاریخ چالش‌های 14 روزه تابستون اضافه بشه با پر از جایزه‌های مختلف و بک‌بلینک‌های مختلف، پیگکس‌های مختلف و چیزهای رایگانی که شما میتونید دریافت کنید بدون داشتن هیچ بتل پاسی، که از این بهتر نمیشه. یعنی در اواخر همین ماهی که هستیم در ماه میلادی، یعنی ماه جون، قرار ما چالش‌های 14 روزه رو دریافت کنیم و کارکنان فورتنایت هم برن برای خودشون تعطیلات، چون اونها هم آدمن باید تعطیلات برن. و بهتون بگم که آپدیت‌ها رو از قبل آماده کردن، پس ناراحت اومدن آپدیت به داخل بازی هم نباشید، که همونطوری که من قبلا هم گفتم از قبل همه آماده شده و هیچ مشکلی ما نداریم. خب از این موضوع بگذریم، برسیم به موضوع مهم بعدیمون که مربوط میشه به فایرفلایز جم، که من در موردش خیلی وقت پیش صحبت کردم از زمانی که فصل جدید شروع شد، که فایرفلایز جم قراره یه چیزی شبیه مولوتوف باشه که شما میتونید پرتابش کنید و قسمت‌های مختلف رو آتیش بزنید، که این فایرفلایز جم ها با اومدن آپدیت امروز فعال شدن و توی بازی شما میتونید بگیریدشون و خیلی هم جالب هستن. من بهتون گفته بودم که به صورت حشره هستن و شما وقتی این حشره ها رو میگیرید میتونید پرتشون کنید و قسمت‌های مختلف رو آتیش بزنید، که من گیم پلی هم ازش دارم، که بریم با این گیم پلی رو ببینیم و برگردیم.
خب همونطوری که دیدید خیلی آیتم جالبی هستش و تجربه جالبیه که میخوایم از چیزی استفاده کنیم که میتونه قسمت‌های مختلفو آتیش بزنه. حالا فکر کنم در بخش حرفه‌ای فورتنایت اضافهش نکنه و چندین هفته بعد به داخل بخش‌های حرفه‌ای هم بیاره. که نظرتون در مورد این فایرفلایز جمع‌ها چیه حتما توی کامنت‌ها بگید. من که خیلی خوشم اومده ازش و باید ببینیم در روزهای آینده بازیکن‌های دیگه در موردش چی فکر می‌کنن. و حالا که دارم در مورد آیتم‌های جدید صحبت می‌کنم، برسیم با آیتمی که آخر یک عکس کامل ازش دریافت کردیم که مربوط میشه به فلرگان‌ها. فلرگان‌ها من در ویدیو قبلی و ویدیوهای قبلیم در موردشون صحبت کرده بودم که میتونید عکسش رو روی صفحه ببینید که قرار فلرگان در داخل بازی این شکلی باشه، که این شکل جدیدیه که فورتنایت آپدیت کرده و به داخل بازی اضافه کرده که فلرگان‌ها مثل فایرفلاز جم قرار آتیش بزنن قسمت‌های مختلفی رو و 60 دمیج وارد کنن. که بریم با هم صدایی که تونستن لیکرا در داخل فایل‌های بازی پیدا کنن و بشنویم و برگردیم. خب فکر کنم با اضافه شدن این آیتما بازی به شدت تغییر کنه. شما در مورد این آیتما چی فکر میکنید؟ حتما توی کامنت ها بگید. به نظر من قراره آتش بازی در داخل بازی ایجاد بشه که ما تا حالا ندیدیم. خب بچه ها همین الان یه خبر جدید به دستم رسید که واقعا خبر مهمی هستش که مربوط میشه به برگزاری کنسرت لایف در داخل بازی فورتنایت. بعد از مدت ها که خبری از کنسرت و چیزای لایف نبود، فورتنایت دوباره با دعوت آدمای مشهور به پارتی رویال خودش قرار یک کنسرت رو برگزار کنه که درش دیپلوک دی جی هستش، یانگ تاک که رپر هستش و فکر کنم اسمشو شنیده باشید، و نوآ سایرس که من زیاد ازش اطلاعی ندارم ولی اونم فکر کنم خواننده باشه. قراره در پارتی رویال کنسرت برگزار کنن که کنسرت مثل کنسرت تراویس اسکات و اینجور چیزا نخواهد بود، درست مثل کنسرت های قبلی پارتی رویال خواهد بود که به صورت لایو در داخل بازی فورتنایت خواهند بود و رپ میخونن، دی جی کار میکنه و اینجور چیزها. میتونید اون رو ببینید ولی دوباره در تاریخ خوبی برگزار نمیشه، که ساعتش 9 پی ام ای تی 5:30 صبح هستش در 25 جون که میشه دو روز بعد صبح زود، که من اطلاعات بیشتری رو در ویدیوهای بعدیم فردا میگم که قراره این کنسرت برگزار بشه و بعد از مدت‌ها قراره یک کنسرت رو توی بازی ببینیم. خلاصه کنسرت توی بازی هست بد نیست و اگر قرار باشه تکرارش هم در داخل بازی اجرا بشه حتما فردا من برای شما زمانش رو به صورت رسمی میگم که اونو حداقل بتونید نگاه کنید. اگر فکر کنم دوباره برگزار کنن ساعت 6:30 بعد از ظهر برگزار میکنن که همه بتونن ببینن. خب بچه‌ها این بود از خبر امروز بازی فورتنایت. واقعا من هنوز شوکه شدم از چیزی که برای میکسر اتفاق افتاده. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما در 5 ثانیه یه لایک بزرگ به ویدیو بدید، و تازه با کانال آشنا شدید سابسکرایب رو فراموش نکنید که بزنید و جز وایرو گنگ بشید. مرسی از همتون. اگر ویدیوهای قبلی رو نگاه نکردید حتما نگاه کنید. همتون عشقید. من سینا رو هستم و شما رو تا ویدیو بعدی به خدا میسپارم. خدا نگهدار.